শুকরিয়া আজিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বারে যে একদান ফাস্ত বরা বমি যেজিকে জুল সাহাত মান সারা হল বসে। শুকরিয়া আজিজ, খোদা করে কে দরসাই মই দুমতনা খুব তারিয়াত গ্রেফতার বসে মো মুশকিলাত রে কে দশি মো উস্তাদ মানে মুতি মাকতাব তন বা তামাস রে বসে মো মুশকিলাত তন রা হল করা বসে। দরস মই সি উমতন ফাসল দুমি কিতাব তন আস কাস হাই আম ওয়া আশারি ফাসল দুম صفحه 22 کتابتان است. 22 کتابتان کسراهای عام و اشاری. امروز ما شما میخوانیم از این قسمت درس ما را. باز هم برتان میگم هرچی مشکلات از فصل اول داشتیم با استاد مربوطی مکتبتان به تماس شوید و مشکلاتتان را حل کنید. مای سیوم در سوال ما شما از این قسمت آغاز میشیم. خب شروع داریم. اول میگیم کسرا عام چی است؟ کسرام یک تعریف میکنیم، میگه هرگاه یک واحد به چندین حصه مساوی تقسیم شد و از آن چند حصه گرفته شد به نام کسرام یاد میشد. هرگاه یک واحد به چندین حصه مساوی با چندین حصه مساوی تقسیم شده و از آن چند حصه گرفته شود به نام کسر عام یاد می شود. هرگاه یک واحد به چندین حصه مساوی تقسیم شده و از آن چند حصه گرفته شود به نام کسر عام یاد می شود، که معمولا ما شما میگیم چرا زمانی که ما شما بگویم کسر از چند حصه تشکیل شده میگه از سه حصه صورت مخرج کیجان خطبه بمانه چی هست؟ تقسیم نمودن صورت بالای مخرج است. درست ها شروع دارید. خب این بود کسر عام. در کسر عام ما شما خریداریم عدد سه، عدد کسری. عدد چی؟ عدد کسری. عدد کسری چی میگن؟ مجموعه یک کسر که دارای عدد سه باشد. مجموعه یک کسر که دارای چی باشد؟ یک عدد سه باشد. مجموعه یک کسر که دارای عدد صحیح باشد. مثال دو سه یک بر گوش برتون دارید. دو سه یک بر دو، دو سه یک بر دو. پس اینی عدد صحیح است، صورت مخرج. پس اینه میگن چی؟ عدد کسری. خب در عدد کسری ما شما داریم چی؟ بعد از این عنوان اول ما شد کسر عام، بعد از اون عدد کسری. خب بخش دیگه ما شما هست غیر واجب، یعنی تمام صفحه 22 کتابتان است. صفحه چند تان؟ 22 کتابتان هست. غیر واجب کردن کسر، غیر واجب کردن کسر میگه برای غیر واجب کردن، برای غیر واجب کردن یک کس عدد صحیح آن را ضرب
مخرج نمونه و حاصل آن را جمع صورت می نماییم که در این حالت حاصل مجموعه را در صورت نوشتم و مخرج را به حالت خودش قرار میده. باز میخوانم غیر واجب کردن کسر. برای غیر واجب کردن یک کسر عدد صحیح آن را ضرب مخرج نمونه و حاصل آن را جمع صورت نمایید. در این حالت حاصل مجموعه را در صورت نوشته و مخرج را به عادت خودش قرار میدهیم. این را میگه چی؟ غیر واجب. با معنی چی رقم؟ مثلا سوال داریم سه سه یک بعد پنج مسئول چند است؟ پس ما میتونیم این را کنشته بگیم سه ضرب پنج جمع یک مخرج را به عادت خودش. پس میگیم سه پنج پانزه، پانزه جمع شانزه، شانزی بر پنجا بشه. یا چار سی یک بر سی مسئولیت بر چار ضرب سی جمع مثل اینجا میستاریم کار رو کنش نشد جمع دو مساوی مخرج بالات خودش سی چار سی دوازده، دوازده جمع دو چارده، چارده بر سی. ای بود چی؟ غیر واجب کردن یک کس. خب شاگرده عزیز، این درس ما مربوط به غیر واجب کردن بود که شما در صورت میخواییم سوالات بیشتر و بیشتر در کار کنیم، پس شما باید سوالات را که من کار میکنم از این زیادتش شما خودتان در فرهنگ کار کنیم تا مشکلاتان حل شود. عنوان بعدی ما شما هست تجنیس. تجنیس چی؟ یا تصحیح کردن، تصحیح کسر. تصحیح کسر یعنی چی؟ میگه اگر صورت کسر زیادتر از مخرج آن باشد، اگر صورت یک کسر، اگر صورت یک کسر بزرگتر از مخرج آن باشد، آن باشد پس صورت را تقسیم مخرج نموده خارج قسمت ها با حیث عدد صحیح باقی مانده را در صورت و مخرج را به حالت خودش قرار میده. درسته شاگرد عزیز؟ میگه اگر مثال میگه اگر یک کسر ما صورتش بزرگتر از مخرج باشه، مثلا 23/4 صورتش بزرگتر از مخرج است، پس ما شما صورت تقسیم مخرج میکنیم، یعنی 23/4 میخوانیم 5/4 = 20 از یک صفر برای خود سی چیز باقی نمان. پس میگن مخرج را خارج قسمت را به حیث عدد سی، مخرج را خارج باقی مانده را در صورت و مخرج را به حالت خودش.
فصیل میگن چی؟ تصحیح کسر یا کسر ترکیب و تنظیم میکنن. خب شاگرده ایز است عنوان بعدی مشتوا تجنیس است. چی است؟ تجنیس است که ایره انشالله در روز بعدی درس شب خیلی میخوانیم. پس شما تا این قسمت ها خوب درسایتان رو بخوانیم و طریقه تجنیس هم برتان میگم، اختصار کسر هم میگم، اما در درس بعدی.